اعدام جنایتکارانه 14 زندانی در زندان قزلحصار کرج و اعدام یک زندانی در ملأ عام در ساوه. مراسم سالگرد شهادت فرهاد وکیلی و یارانش در سنندج. اعتصاب غذای زندانیان گوهردشت کرج در چهارمین سالگرد اعدام 5 زندانی سیاسی. اعتصاب و اعتراض به گرانی بنزین در شهرهای کرج، نائین، کنگان و بوشهر. اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های آزاد واحد صحنه و کنگاور در استان کرمانشاه. رژیم جنایتکار آخوندی صبح روز شنبه 20 اردیبهشت در یک اعدام جمعی 14 زندانی را که روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند در زندان قزلحصار کرج به دار آویخت. 3 تن از این قربانیان از اتباع افغانستانی بودند. رژیم ضد بشری آخوندی صبح روز پنجشنبه 18 اردیبهشت یک زندانی را به اتهام قتل یک مأمور سرکوبگر نیروی انتظامی در شهرستان ساوه در ملأ عام به دار آویخت. 8 تن از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج روز 19 اردیبهشت در چهارمین سالگرد اعدام 5 زندانی سیاسی شیرین علم‌حولی، فرزاد کمانگر، مهدی اسلامیان، فرهاد وکیلی و علی حیدری و در اعتراض به استمرار اعدام زندانیان سیاسی و اعدام‌های جمعی به مدت یک روز دست به اعتصاب قضا زدند. این زندانیان عبارتند از شاهرخ زمانی، ناصح یوسفی، سعید ماسوری، حمید رضا برهانی، باتیرشاه محمدوف، افشین حیرتیان، خالد هردانی و مهدی ابیاد. روز پنجشنبه 18 اردیبهشت همچنین مراسم یادبود شهادت فرهاد وکیلی و دوستانش در خانه این شهید در سنندج برگزار شد. دشخیمان رژیم آخوندی در زندان گلپایگان در وحشت از تأثیر مقاومت زندانیان بند 350 اوین اقدام به بازرسی بندها و اذیت و آزار زندانیان کردند و ملاقات زندانیان را 2 هفته لغو کردند. اهالی منطقه سبزدشت در تهران روز 15 اردیبهشت در اعتراض به قطعی برق در مقابل اداره برق و شهرداری این منطقه تجمع کردند. فروشندگان فروشگاه هایپرستار در تهران روز پنجشنبه 18 اردیبهشت در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق عقب افتاده خود اعتصاب کردند. رانندگان آژانس تاکسیرانی در شهرستان کنگان در استان بوشهر در اعتراض به گران شدن قیمت بنزین اعتصاب کردند. این اعتصاب از اوایل هفته گذشته تا کنون ادامه دارد. در همین رابطه رانندگان آژانس تاکسیرانی در بوشهر نیز به مدت 2 روز در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. جمعی از رانندگان تاکسی در کرج نیز روز چهارشنبه 17 اردیبهشت در اعتراض به عدم تعویض خودروهای قدیمی توسط رژیم آخوندی در مقابل شرکت تجمع کردند. 140 تن از کامیونداران شهر نائین در اصفهان در اعتراض به افزایش قیمت سوخت از 4 روز پیش دست به اعتصاب زده اند. کارگران پیمانی اداره آب و فاضلاب اهواز روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق عقب افتاده در میدان کارگر این شهر تجمع کردند. کارگران شرکت لاستیکسازی دنا روز 15 اردیبهشت نسبت به برخوردهای اهانت‌آمیز صاحب شرکت پاسدار صفوی برای دریافت مطالبات عقب افتاده کارگران دست به اعتراض زدند. لاستیکسازی دنا سال گذشته در درگیری‌های باندی به تصرف پاسداران درآمد. دانشجویان دانشگاه‌های آزاد واحد صحنه و واحد کنگاور در استان کرمانشاه به تعطیلی سرویس دانشگاه اعتراض کرده و خواهان تعیین تکلیف این موضوع شدند.
مردم بخشی از شهرستان خرم‌آباد روز پنجشنبه 18 اردیبهشت در اعتراض به سمپاشی نشدن مناطقشان توسط رژیم در مقابل شهرداری منطقه 3 این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. مأموران جنایتکار نیروی انتظامی در بندرعباس روز چهارشنبه 17 اردیبهشت دو هموطن را در جاده میناب بندرعباس به بهانه قاچاق سوخت به مسافران به ضرب گلوله به قتل رساندند. این دو نفر رسول بخشی 30 ساله و مراد نظری 32 ساله بودند.